خب درود دوباره به هممیهنان. شوربختانه من نمیدونم چرا تصویر ما فریز شده و نمیتونیم تصویر داشته باشیم امروز، ولی به هر روی من خودم هم دارم ضبط میکنم و بعد در اختیار جناب بکام میذارم که برای بازپخش با تصویر باشه. در این قسمت از برنامه برای ادامه در صحبت‌های محسن عزیز، ایشون کاملا اشاره صحیح داشتن به زحماتی که شاه فقید در این مورد کشیدن، ولی علت این که من به قسمت اقتصادیش اشاره کردم برای این که تاکنون نشنیده بودم که عزیزان در این مورد صحبتی بکنن، در مورد این که ما بعد از جشنهای 2500 ساله کشوری شدیم با کردیت زیاد و دنیا ما را کاملا شناخت. من یادم اون زمانی که به آمریکا آمده بودم، وقتی میپرسیدن مال کجا هستی میگفتم ایران، میگفتن ایران کجاست، و خیلی هم ما را با کشورهای عربی اشتباهی میگرفتن و باید توضیح میدادیم که نه بابا، ما اصلا عرب نیستیم، ما تازی نیستیم، ما آریایی هستیم. ولی میبینیم که بعد از جشنهای 2500 ساله نام ایران در تمام جهان شناخته میشه، به فرهنگ ما، به تاریخ ما. صحبتی هم که استاد شمشیری کردن در اینکه بی بی سی چه کارهای زشت و زنندهی داره انجام میده که ما بیشتر متوجه میشیم این حکومت ام القرا چه صدماتی میخواد به ما بزنه. نمونهش همون عکسایی است که اومدن مصدق و بالای کوروش و زرتشت گرامی و عرض کنم فردوسی قرار دادن، خائنی که جز خدمت به دولت انگلیس کار دیگه ای نکرده. همین نمونه روشنگری برای این جعلقی است که در تاریخ ما چقدر باسن انگلیس رو بو کرد. بر روی ما واقعا با دست خودمون این بلا رو سر خودمون آوردیم و امروز معذفیم که این اشتباه رو برطرف کنیم، اختلافات رو به کنار بگذاریم، از زدن تهمت‌های بی جهت به همیهنان خودداری کنیم و جز حقیقت چیز دیگه ای نگیم. و زمانی که حس می‌کنیم در بین ما نفوذی هست که داره با زیرکی خاصی خودش رو ایرانی نشون میده، وطن دوست نشون میده، لب به سخن بگشاییم، نه اینکه سکوت کنیم. بر روی میپردازیم به زندگی این راد مرد ایران زمین، پیروز نهاوندی. هم ردیف با پیروز نهاوندی حقیقتا در تاریخ ایران زمین ما دلاوری رو این گونه نمی بینیم. زمانی که تازیان به ایران حمله کردن قبل از جریان قادسیه، پیروز نهاوندی فرماندهی ارتش ایران رو به عهده داشت و بعد از شکست سختی که به تازیان میده به سوی مدینه حرکت میکنه که بره گوش این محمد رو بگیره و سلمان فارسی رو و بیاره به ایران و اون پوستی رو که باید ازشون بکنه بکنه و قائله این جریان محمد آقا رو تموم کنه. ناگهان به او خبر میرسه که برگرده به تیسفون که احتمال اینکه کودتا بشه وجود داره. خبری بسیار بسیار دروغ
و برای منحرف کردن ارتش ایران به سوی مدینه رفتن. پیروز نهاوندی برمیگرد. جریان این بوده که موبد موبدان در آتشکده تیسفون روابط برقرار میکنه بین عرب ها، تازیان، سلمان فارسی و در گوش یزدگرد سوم میخونه که کتایون یا کتی دختر قلقل که در جنگ با رومیا اسیر شده بوده داره به یزدگرد خیانت میکنه و با رستم فرخزاد رابطه ای داره. حالا جریان چی بود؟ قبل از آغاز جنگ قادسیه و در جنگ با تازیان، یزدگرد بسیار بسیار کم لطفی میکنه به ارتش رستم فرخزاد. پیروز نهاوندی بعد از شکست رومیان دختر قلقل این شاهزاده رومی رو به دربار میبره با همراه تعدادی از سپاهیان و یزدگرد عاشقش میشه و باش ازدواج میکنه. موبد موبدان همونطور که گفتم در گوش یزدگرد سوم میخونه که این داره به تو خیانت میکنه، این کیه؟ رستم فرخزاد. رستم فرخزاد فقط یک بار و آن هم در جلوی خود یزدگرد در دربار که بوده با کتایون یا کتی روبرو میشه. کتایون یا کتی در کنار یزدگرد نشسته و رستم فرخزاد سپهسالار ایران فرمانده ارتش نیروهای تیسفون در خدمت یزدگرد. و مدت ها رستم متوجه نمیشه که چرا پادشاه ایران نسبت به او کم لطفی میکنه، بیمهری میکنه و حتی در رسانیدن خرج سربازان ایرانی آذوقه و مهمات خودداری میکنه. بروی یزدگرد به رستم فرخزاد میگه باید با تازیان روبرو بشی و خودت در خط اول جبهه با سپاهیان تازی وارد جنگ بشی. رستم فرخزاد اعتراض میکنه، میگه اگر درفش کاویان از دست ما بیفته و فرمانده کل ارتش کشته بشه در جنگ، ما شکست میخوریم، روحیه سربازان خراب میشه، این خلاف جهت تاکتیک های جنگی است که ما تا کنون پیش گرفتیم. ما در جنگ با رومی ها و یونانی ها تجربه زیادی به دست آوردیم که چگونه دشمن رو شکست بدیم. اجازه بدید من به عنوان فرمانده ارتش ایران اون کاری رو انجام بدم که در قدرت من هست و میتونم ارتش ایران رو به پیروزی برسونم. یزدگرد او رو تهدید میکنه، میگه اگر این کار رو نکنی تو را خل میکنم و فرمانده دیگری رو برای جنگ با تازیان انتخاب میکنم. رستم فرخزاد چون همیشه پایدار به سوگندش برای حفظ کیان پادشاهی بوده میپذیره و پوزش میخواد از یزدگرد و به سر خدمت خودش برمیگرده. اما یزدگرد ممانعت میکنه از رسانیدن آذوقه به طور متداوم به ارتش ایران، صرفاً به خاطر این که این موبد موبدان خائن
در گوشش خونده که رستم و ملکه ایران با هم رابطه دارن. کمی اندیشه نمی کنه که رستمی که یک بار فقط با کتایون روبرو شده چگونه می تونه با او رابطه ای داشته باشه. پیروز نهاوندی یک تنه میاد در نزدیکی های گلولا و ایران شهر، بین ایران شهر و گلولا میاد و کمپ میزنه و شروع میکنه از مردم تقاضای یاری رسوندن برای ارتش رو میکنه. موبد موبدان که از این قضیه با خبر میشه و چون پیروز نهاوندی از هنرهای بسیار برخوردار بوده، ازش میخواد که در موبد در آتشکده تیسفون گچکاری انجام بده. خب این شخص بزرگی است، نفوذ زیاد داره و با وجودی که پیروز نهاوندی یک تنه داره برای ارتش ایران قوا و نیرو جمع میکنه و آذوقه تهیه میکنه، پول تهیه میکنه، وسایل جنگی تهیه میکنه، حالا باید بره برای موبد و موبدان هم یه کاری انجام بده. ولی این یک دسیسه است، یک حق بازی است. زمانی که به آتشکده تیسفون میره برای انجام این کار، موبد و موبدان دستور میده به چند تن از خائنین و دستیارانش که شمدون‌های طلا و نقره که در آتشکده بوده به خانه پیروز نهاوندی ببرن و در پستوی خانه او قایم کنن و بعد سربازان خودش رو میفرسته. زمانی که پیروز از کمپ برگشته بوده برای برنامه ریزی های بعدی، ناگهان وارد خانهش میشن و شروع به تفتیش خانه میکنن و اون کارهایی رو که این موبد موبدان انجام داده بوده با حق بازی، یعنی اون شمدون ها رو پیدا میکنن و او را متهم میکنن که دزدی کرد. حالا تصور کنید فرمانده ارتش ایران زمین، فرمانده ارتش تیسفون، یک دلاور، یک شاه به معنی واقعی خودش، ناگهان چنین تهمتی بیزه بیشه. او را زندان میکنن، به دست و پای زنجیر میبندن و پیروز وا میمونه از اینکه به ارتش ایران یاری برسون. توسط یکی از دوستان بسیار نزدیکش به کتی یا کتایون خبر میرسونه که من رو زندان کردن، چنین تهمتی رو به من زدن، اگر میتونی کاری کن که منو از زندان آزاد کنن. کتی با وجود این که یا کتایون دختر قرقل امپراتور رومی ها بوده، ولی علاقه شدیدی به ایران داشته و زحمات زیادی برای پیروزی ایران میکشه. و با نفوذی که داشته بالاخره با وادار میکنه موبد و موبدان رو که پیروز رو از بند رها کنه با یک حرکت سیاسی بسیار بسیار دقیق و برنامه ریزی شده. پیروز نهاوندی از زندان میاد بیرون و اون زمانی است که ما نزدیک به قادسیه شدیم.
رستم فرخزاد طبق قولی که داده به پادشاه ایران در خط اول جبهه، کلاهخود به سر، زره به تن، با اون زره هایی که به دور اسبا بسته شده، در مقابل ارتش تازیان با شمشیرهای زنگ زده، لباسهای ژنده، اما شرور و آماده مردن، چون آنچه که به آنها یاد داده شده اینه که اگر مردید، کشته شدید در جنگ، به بهشت میرید و همون جریان هوری بازی و قلمان بازی میشه. از طرف دیگه ناگهان رستم فرخزاد متوجه میشه که صف آرایی نیروهای تازی ها درست همانند صف آرایی نیروهای ایرانه. چه کسی میدونسته این گونه تازیان رو تمرین بده، یاد بده که مانند ایرانی ها سفارایی کنن و مانند ایرانی ها بجنگن؟ جز سلمان فارسی. استاد خنجی در مورد سلمان فارسی هم نوشته های بسیار پرارزشی باقی گذاشتن برای ما، نوشتن کتابای ایشون در دست ما هست که من بعداً آن زمانی که به زندگی سلمان فارسی بپردازیم قسمت های از اون رو برای شما خواهم گفت. اما فردی که واقعاً این تاریخ ما رو بازگشایی کرد و سلمان فارسی، پیروز نهاوندی، بهزاد همدانی و بهمن جازوی را به ما شناسوند، استاد فولادوند گرامی بودن. برای اولین بار در طول تاریخ ایران عاقبت نام سلمان فارسی به وسط کشیده شد. از البلازری ابن خلدون ابن عسیر و دیگر تاریخ نویسان عرب ده ها کتاب رو که به خط خود این تازیان نوشته شده در مقابل تلویزیون گرفتن و این به اصطلاح سندها رو نشان هم میهنان دادن. اما میبینیم که ناگهان در این جنگ، در جنگ قادسیه، ارتش ایران شکست میخوره در مقابل 20,000 نفر تازی وحشی. من یک بار در چندین جلسه چگونه شد که ایرانیان از تازیان شکست خوردن رو برای شما هم میهنان توضیح دادم. علت اصلیش به باور من، یکی از بزرگترین علتهاش همین ایدئولوژی بود. ایدئولوژی اسلامی در مقابل ملتی که ایدئولوژیش رو فراموش کرده بود ولی عرق ملیش بی نهایت بود و عرق ملی به اندازه کافی نبود که بتونه به تنهایی پیروزی به دست بیاره برای ایرانیان. اون ایدئولوژی جامعه ما کاملا فراموش شده بود. از گفتار زرتشت بزرگوار خبری نبود. به سختی صحبت از پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک میشد. جامعه فراموش کرده بود. در همونطور که گفتم همین اورزانی ها
با خیانت هاشون، با جاسوسی هاشون برای تازیان ضربه شدیدی به نیروهای ایرانی زدن. بر روی رستم فرخزاد توسط خود اطرافیانش که همون اوزانی ها هستن از پشت با تیر و کمان به او میزنن و رستم فرخزاد کشته میشه. درفش کاویان از دست سربازان ایران به زمین میفته. تازیان درفش کاویان رو بر میدارن و اونو تیکی تیکش میکنن. ارتش ایران عقب کشی میکنه، عقب نشینی میکنه و برای اولین بار ارتش قدرتمند ایران زمین که یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان در آن زمان بوده و هیچ نیرویی در مقابلش نمیتونسته مقاومت بکنه، شکست میخوره. یکی دیگر از دلایل نظامی همان کمک نرسانیدن یزگرد به ارتش ایرانه. پیروز نهاوندی در چندین نقطه از جنگ داره فعالیت میکنه. از یک طرف باید فکر آذوقه باشه که گرسنه نمونن سربازان ایرانی، از طرف دیگه باید اسلحه ها رو تهیه کنه، از طرف دیگه باید لاجستیک رو تهیه بکنه تا جایی که ارتش ایران سوار نظام ارتش ایران تبدیل میشه به پیاده نظام. چرا؟ چون به خاطر نبودن آذوقه اسب ها رو زب میکنن یا سر میبرن و میدن سربازا بخورن که بتونن در مقابل تازیا مقاومت کنن. در واقع به باور من اگر ما شکست خوردیم از تازیان، بزرگترین مؤثر در این شکست خود یزگرد سوم بود، نه اینکه خیانت کرد. از روی نادانی، نداشتن تجربه، جوان بودن و تحت تأثیر قرار گرفتنش توسط موبد موبدان که مردی بود بسیار کارکشته و نفرت عجیبی از دربار داشت، به خاطر اینکه خسرو پرویز دست اینها رو از دربار و حکومت جدا کرده بود، نفوذ آنها را کاملا از بین برده بود و نمی گذاشت که مغها در امور کشوری دخالتی داشته باشه. به همین دلیل موبد موبدان از طریق مذهب، یعنی همان زرتشتیت، خودش رو به یزگرد نزدیک میکنه و در گوشش میخونه که کتایون با رستم فرخزاد رابطه داره و بعد متوجه میشه که عجب اشتباهی کرده. زمانی است که ایران در قادسیه شکست خورده و رستم فرخزاد کشته شده. دیگه دیر شده. اکنون تازی ها به طرف شمال ایران در حرکتن، شمال شرقی، و میرن به طرف ایران شهر، بهارسیر و دیگر شهرهای ایران. و مردم که میبینن شاه ایران به زودی محل حکومت رو، یعنی پایتخت رو ترک خواهد کرد، بار و بندیل رو میبندن و خودشون رو از شهرها دور میکنن، شهرها خالی میمونن و تازی ها تعدادشون هر روز بیشتر میشه. اورزانی ها با آنها ملحق میشن، تعداد زیادیشون، و حتی قبایل دیگه تازی یا عرب که در آن منطقه زندگی میکردن به نیروهای تازی که میبینن ثروتهای کلان و اندوختهای زیادی به دست میارن با اینها ملحق میشن و برای اولین بار زمانی که این تازیان به تیسفون میرسن
آن قصرهای عظیم و کاخ سفید ایران رو میبینن به تعجب میمونن که چقدر این شهر پیشرفته است. غارت آنها مدت ها طول میکشه. دیروز نهاوندی دل شکسته با قصه فراوان به طرف جلولا میره و با افروزان که فرماندهی نیروهای ایران رو در جلولا به عهده داشته ملحق میشه. افروزان مردیس کهنسال در سنین بسیار بالا بوده و حدود 6 ماه در مقابل تازیان مقاومت میکنه. به گونه ای که در تاریخ نوشته شده به قدری خون جاری شده بوده که اسب ها روی این خون ها لیز میخوردن و در اینجاست که فرمانده تازیان اگر اشتباه نکنم اسمش رو به خاطر بیارم عجیبه حالا به خاطرم که اومد دوباره خدمتون عرض خواهم کرد. در صورت مسئله ای که در خود قادسیه هم به وجود میاد، مسئله است که من باید کاملا بهش اشاره کنم. سلمان فارسی از یک نیروی خارق العاده برخوردار بوده. حالا میرسیم، یکی از آنها همون ایجاد طوفان بوده. طوفان شدیدی در قادسیه به وجود میاد که کاملا مخل نظامیان ایران و جنگ در مقابل تازیان میشه. این گردباد و این طوفان بادی که به وجود میاد در جنگ خندق هم به وجود میاد و در خود تازینامه هم بهش اشاره شده و کسی نیست جز سلمان فارسی که از این شعبده بازی، یا حالا بهش میخواید بگی جادو، من عقیده به جادو ندارم، باورم این نیست، ولی سلمان فارسی از یک چنین قدرتی برخوردار بوده و این طوفان رو به وجود میاره، این باد رو به وجود میاره. شاید ما میبایست زندگی سلمان فارسی رو اول میگفتیم تا بعد برسیم به بقیه دلیران ایران زمین، به خاطر اینکه بعضی از این مسائل به راحتی میشد درباره صحبت کرد. علی به هر روی در جنگ گلولا که 80,000 نفر از سربازان ایرانی کشته میشن و سپس اینها به طرف کردستان که میرن، در همون جنگ سلاسل یا همون جنگ زنجیره‌ای که ایرانی ها خودشون رو به هم میبندن، کردان ایران، و با سربازان تازی به جنگ برمیخیزن، 30,000 نفر دیگه از ایرانی ها در این جنگ کشته میشن. فرمانده ارتش تازیان هم در جنگ گلولا اسبش لیز میخوره، به زمین میفته و سربازان ایرانی گردن او را قطع میکنن. عمر تو سر خودش میزنه، گریه میکنه و قصه میخوره. فکر میکنم اسمش نورمان یه همچین چیزی، یا نرمان، حالا یادم اومد خدمتون عرض خواهم کرد. به هر روی در این جنگ زمانی که دژ گلولا باز میشه و کاملا ما شکست دیگری رو میپذیریم، پیروز نهاوندی دستگیر میشه، زنجیر به دست و زنجیر به پا، تا تیسفون
مدت ها طول میکشه، ماه ها طول میکشه تا او را از گلولا به تیسفون میبرن. زمانی که به تیسفون میرسن یا در همون کوفه، بچه یک کوچکی رو میبینه و میبینه این بچه تنهاست. دست به سر روش میکشه و میگه عمر جیگر من رو خورده. پیروز ناوندی هر وقت کودک ایرانی رو میدیده در اسیری این کار رو انجام میداد. تازیانی که اونجا بودن و سربازان تازیان شروع میکنن به او شلاق زدن و او میگه چته، من این بچه‌م رو پیدا کردم، این دختر منه. و به این دختر کوچک میگه بگو تو بفرمایید. درود بر شما. نه نه گرامی، نه نه خالد ابن ولید نه. خواهش میکنم برنامه داره. بفرمایید ادامه بدید. نه بفرمایید، من فکر کردم گفتید پشت خر. نه بفرمایید. شناسنده بشه و مردم ایران رو بشناسن و
در زمان اشغال فقیر اگر کسی در اتیرانی به خارج کشور میرفت و این که به صلاح دلیل محل میرفت شما فقط بفرمایید که در یک بار میرفت اگر شخصی از اون ایرانی تا میگن که ملت شما چیه شما از کجا آمدی اون با صدای بلند میگفت من ایرانی هستم که یک چهار تا میزه وطن هم بشنوند و مثل حالا نبوده که بعضی از ایرانی ها مثل همین مجاهدین خلق و مصدقی ها به دروغ میگن که ما ایرانی هستیم ترک هستیم اسمانی هستیم و بجای اینکه به سبب ایتالیایی هستیم ما در زمان شاه سخی بنزینی که از پنج ریال شد هفت ریال مجاهدین خلق پمپ بنزین رو آسیب زدن بنزین شد پنج ریال اتوبوس مدرسه رو آسیب زدن که جناب بکام هم عکسی از این رو ایشون دادن تقریبا یه دو ساعت پیش و شاهنشاه آیان مرفقت هم در این مورد اظهاراتی رو فرمودن وقتی که بنزین از پنج ریال شد هفت ریال مجاهدین خلق اون پرواز راهنمایی رانندگی غیر مستعنه رو که وظیفش فقط کنترل عبور و مرور بود رو کنار کردن حالا من میخواستم بگم که آقای مجاهد خلق شما حالا کجا هستید حالا شما کدوم پول خوشمند شدید بنزین شده هزار تومن نون شده هزار تومن بچه حالا باید در نمیاد از ماست که بر ماست چرا متاسفانه عده ایرانی من در شگفتم در حیرتم تعجب میکنم که چطور عده ایرانی با هم متحد شدن دست به دست هم دادن عزمشون را جذب کردن که مملکت خودشون را نابود بکنن کلام سخن من با مجاهدین خلق مصدقی ها و کمونیست ها و توده ها و جبهه ملی هاست اگر جبهه ملی ها و مصدقی ها و اسلامیون 50% در بیرون کبر ایران نقش داشتن مجاهدین خلق 100% نقش داشتن جناب تدفنده عزیزم من شما نبودم اینجا باشیم ما باید توی مملکت خودمون باشیم من آرزو میکنم که وقتی که بمیرم در مملکت خودم باشم من نمیخوام که در غربت بمیرم من دارم برای اون آب و خاک میتبه من اون آب و خاک رو دوست دارم از اون سرماش، از اون گرماش، از اون شراش، از اون گلستانهاش و از اون دشتاش ما متعلق ما به اینجا نیستیم و امید این رو دارم که یک روزی بالاخره ظلم پایدار نمیمونه همینطور نمیمونه تمام کشورهای دنیا متحد شدن که این حکومت رو نگه دارن چرا؟ برای اینکه منافعشون در این حکومته این حکومت ها بعضی از حکومت ها و بعضی از اشخاص متاسفانه به مردم ایران خود کردن بخاطر منافعشون و دست در دست حکومت اسلامی دارن ما محتاج به روشنگری هستیم من با جدای دین از سیاست مخالفم چرا مخالفم؟ برای اینکه جدای دین از سیاست یعنی اینکه سیاست از دین جدا بشه و دین در یک گوشه کشف میکنه و خودنمایی نکنه و در یک قصوی قایم بشه به عبارتی دیگه آتش از دین خاکستر که این برای که حالا سر ما اومد ممکن یه 50 سال دیگه 100 سال دیگه 200 سال دیگه یک فایده سر ما بیاد من با نابودی کامل دین موافقم بسیار سپاسگزار میکنم از اینکه این فرصت رو به اختیار من گذاشتید خاصه که خارج از بحث شما بوده من بسیار موضوع میتربم و امیدوارم که من رو به بزرگوار خودتون ببخشید خواهش میکنم جناب خشم بزرگوارم پایان ایران درود به مردم ایران و درود به خاندان بزرگ به پهلوی بدرود گران سپاسگزارم نه هیچ اشکالی نداره گرامی ما به این بحثا و گفتمانها نیاز داریم کاملا صحبت شما متین و به جا بود اما مسئله‌ای که همیانان گاهی فراموش میکنن که در موردش صحبت کنن این مسئله جشنهای 2500 ساله تنها یک جشن ساده نبود تنها یک جشن به اصطلاح میهنی نبود ارزش های زیادی رو در خودش داشت منتها شوربختانه نیومدن اینا رو توضیح بدن برای مردم ایران حالا به هر دلیلی
و کاملا در مورد مخالفین خلق ایران هم درست فرمودید. من بنا نمیگم مجاهدین، میگم مخالفین خلق، مخالفین خلق، مزاحمین خلق، شک نکنید در این باره. و بعدم دیدیم که رفتند در آغوش صدام حسین، اینا هیچ گونه فراری از این مسئله نمیتونن داشته باشن و شوربختانه رهبریتشون به جای اینکه از ملت ایران عذرخواهی بکنه به خاطر این خیانتش، هنوزی که هنوزم پافشاری میکنه که کار درستی انجام داده، که به جای خود ایشون اخیراً دیگه شروع کرده به تفسیر تازینامه، قرآن خوانی میکنه برای ملت. و من کاملا با شما در مورد دین موافقم، ولی یک مسئله است که باید در دراز مدت حل بشه. ما نمیتونیم ناگهانی یک شبه این مذهب 1400 ساله را که در خون خیلی از مردم ما هنوز به یک صورتی باقی مونده از بین ببریم. باید بازگشایی کنیم، تازه نامه را بازگشایی کنیم، در موردش بحث و گفتمان داشته باشیم. اما مسئله مهمی که در جریان جشنهای 2500 ساله بود این بود که با وجود این که اگر شاه فقید این کارو میکردن هیچ گونه اشکالی وجود نداشت، ولی بحث سر اینه که از بخش خصوصی این بودجه تهیه شد و یکی از بهترین بازدهاش همان از بین رفتن اینفلیشن بود، یعنی تورم. تورم مالی رو در ایران کنترل کردن با این گونه برنامه ها. یعنی علاوه بر این که از نظر تاریخی و آشنایی ایران به کشورهای دیگه بسیار بسیار مؤثر بود، از نظر اقتصادی هم بازدهی بسیار بسیار زیبا داشت. ولی این امکان وجود داره که اون زمانی که شروع کردن به آغاز برنامه ریزی برای جشنهای 2500 ساله اصلا در فکر این که ممکنه روی اینفلیشن یا تورم اثر بذاره نبودن. این امکان وجود داره، ولی الان که ما داریم بررسی میکنیم میبینیم که چه تأثیری بزرگ روی تورم داشته. اینجاست که من بهش اشاره کردم و به احتمال زیاد ما اقتصاددانهای بسیار ورزیدهی در اون زمان در ایران داشتیم، بسیار بسیار ورزیده، حسابدارهای بسیار ورزیدهی داشتیم و من مطمئن هستم که اینها در این مورد تحقیقات کرده بودند و می دونستن. ولی ای کاش توضیح هم برای ملت ایران می دادن. من تلفن داریم جناب بکان؟ بر روی من فکر میکنم داریم به پایان برنامه امروز میرسیم. خودت بپرس، کسی روی خط؟ جناب نه خیلی بله، فکر میکنم وقتمون به اتمام داره میرسید، صحیح میگم؟ آقای آریا ادامه بدید. بله بله، میگم وقت ما داره به پایان میرسه، نه؟ بله، در حدود 10 دقیقه دیگه بدید. بله بله، به هر روی البته آقای آریا جان بیننده ای زنگ زدن و سوالشون این بود که منم به اون بیننده اصرار کردم که خودشون بپرسن، گفتن نه، خواستن که من بپرسن. سوال این بیننده ای بود که این بخش خصوصی که شما میگید خرج جشنهای 2500 ساله رو داده، این کدومه؟ کیه؟ کیا هستند؟ این بخش خصوصی چیه؟ بسیار توضیح میدم. بخش خصوصی شرکت هایی بودن که مستقل بودن و سرمایه گذاری کرده بودن در ایران. مثلا شرکت ارج ایران،
ثابت پاسال. عرض کنم شرکت لیلاند تبریز، ماشین سازی عراق، تراکتور سازی عراق، لاستیک سازی تهران. ما اون موقع 3 یا 4 شرکت لاستیک سازی داشتیم. برای اولین بار در جهان ما شرکتی رو داشتیم، یعنی کارخانجاتی رو بنا کردن که به جای به اصطلاح سوزاندن این تایرهای ماشین که فرسوده شده بود، اینها رو دو مرتبه بازسازی میکردن و تحویل میدادن به مردم برای فروش. و بسیار هم بسیار دقیق بود کارش و بسیار بسیار هم مؤثر بود و یکی از بهترین کارهایی برای حفظ به اصطلاح هوا و محیط زیست بود. هنوز این کار در آمریکا صورت نگرفته بود که ما در ایران داشتیم این کارو میکردیم. اینا رو ما نادیده گرفتیم، ما اینا رو اشاره نکردیم بهشون، پیشرفتایی رو که کرده بودیم. خب کارخانجات ماشینسازی ایران از ناسیونال گرفته تا کادیلاک گرفته تا شاهین گرفته تا نمیدونم آنچه که اوپل گرفته، عرض کنم فیات گرفته، تمام این شرکت هایی که در ایران بودن، شورولت، تمامشون از بخش خصوصی به بودجه 2500 ساله کمک کردن و فکر میکنم حدود 20 میلیون دلار جمع آوری شد که تمامشم به درستی با سند و رسید هایی که اون موقع داشتن خرج کردن و این جشن رو به پا کرد. ولی به هر روی حتی اگر از قسمت بودجه مملکت مقداری هم استفاده شده باشه هیچ اشکالی نداره. ما میتونیم به صورت غیر مستقیم بگیم که بله قسمت بودجه دولتی هم به کار رفته. چرا؟ چون اون سربازی که از اونجا محافظت میکرد، نظامیانی که اونجا بودن، تمام لباس ارتشی به تن داشتن یا برای حفظ به اصطلاح امنیت اونجا از طرف ساواک و یا قسمت محافظت شهربانی از این مناطق محافظت میکردن که خطر جانی برای مهمانان به وجود نیاد. خب اونا کارمندای دولت بودن، برای دولت کار میکردن، طبیعتا حقوقشون هم از طرف دولت پرداخت میشد. خب اون قسمتش رو دیگه ما نمیتونیم نادیده بگیریم، کاری بود که باید انجام میشد و این رو دیگه بخش خصوصی پرداخت نمیکرد. ولی تمام مخارج دیگرش کاملا از طرف بخش خصوصی پرداخت شد و شرکت هاشون هم خدمتون عرض کردم که کدوم ها بودن. بر روی ما هر چقدر که از پیشرفت هایی که در زمان شاه فقید داشتیم صحبت کنیم، باور کنید صفحه کاغذ کم خواهیم آورد. این یه قسمتش بود که من امروز بهش اشاره کردم. شما توجه کنید در بخش خصوصی که این پولها رو دادن در به سازمان جشنهای 2500 ساله و تعداد زیادی از افراد مشغول به کار شدن از بخش خصوصی، از نقاش گرفته تا عرض کنم دیزاینرهایی که استخدام شدن، از جاده سازی که اونجا شد، اسفالتایی که به کار رفته شد، سمنتایی که برای جاده سازی به کار رفته شد، از ترمیم ساختمانها و خانه‌هایی که در مسیر این جریان بودن، چقدر پیشرفت‌های شهری به وجود آمد. تمام اینها کمک می‌کرد به تولید کار و از بین رفتن جریان تورم.
این مسئله تورم خیلی مسئله مهمی است که اکثر کشورهای جهان همیشه باش مواجه هستند. من باب مثلا الان در آمریکا برای کنترل این به اصطلاح تورم سود رو پایین آوردن. سودی رو که به اصطلاح دولت از بانک ها میگیره یا تعیین میکنه از فدرال ریزرو، این رو الان کردن شاخص برای کنترل به اصطلاح تورم. در زمان کارتر نتونستن این کار رو بکنن، حالا دلالش به جای خود. اصولا کارتر بعد همون میرفت با همون کار پینات سازیش انجام میرسید، واقعا لیاقت ریاست جمهوری نداشت و با اون خنده منحوسش و طرز صحبت کردنش و همین که میخواستن سر کار بیاد و این بلا رو سر ملت ما آورد. گفتنی خیلی زیاده، باور کنید من گاهی وقتا میمونم از کجا شروع کنم از کجا به انتهاش برسم. بر روی سپاسگزارم از شما همیهنان جناب خشایار که زنگ زدید، هیچ اشکالی نداره، حتما نباید صحبتهای تلفنهای شما مستقیمن طبق برنامه ما باشه، من در این مورد اشکالی نمیبینم. بر صورت وقتمون تموم شد جناب بکان، درسته؟ بله. خب من پوزش میخوام که نتونستیم داستان این دلاور مرد ایران زمین پیروز ناوندی رو تموم کنیم امروز، ولی در برنامه روز چهارشنبه حتما با آن ادامه خواهیم داد و یک مقدار از مسائل همین تازینامه رو به خدمت شما ارائه خواهم داد، برای اینکه ببینید این کتاب چه مسائل وحشتناکی رو برای از بین بردن بشر پیشنهاد میکنه. ما پنج دلاوران که از یک پشتیم، در عرصه روزگار پنج انگشتیم، گر فرد شویم در نظرها علمی، یعنی خورد و شکننده، گر جمع شویم بر دهنها مشتی. پاینده ایران. جاوید و سربلند ملت پر افتخار ایران زمین، به احتضار پرچم سرنگ شیر خورشید، و جاوید فر شاهنشاهی ایران و برقرار نماد پادشاهی برای همیشه در خاک ایران زمین، و به آرزوی نابودی این حکومت ننگین جمهوری ننگ بشریت اسلامی.